خب آقا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت برابچه یوتیوب. آقا اومدیم با یه ویدیو ریاکشن دیگه، ویدیو ریاکشن به آهنگ بیبها از بامداد. این کار تازه اومده. فقط قبل از هر چیزی در مورد کار من توضیحاتی رو داده باشم. بیبها وکال و لیریکس بامداد، پرودوسر تهرنگ، فکر کنم تهرنگ خونده میشه، یعنی از زبونمون گرفت. میکس و مستر یارا هستش که خب رفیق بامداده، و آرت ورک هم که نور هستش. خیلی جالبه آهنگ در این لحظه از انسیتس که در واقع بخوایم بگیم از همه چی حالش به هم میخورد، آرت ورک اون کارم نور زده بود. کلا آرت ورک مثلا آرتیستای زیرزمینی کلا با نوره. آلبوم عنکبوت نقش هم در واقع نور زحمتش کشیده بود. کلا آرتیست باحالیه. من نگاه میکردم پیجش، واقعا کارهای خفنی داره. خلاصا گفتیم ریاکشن آهنگو بریم ببینیم چه جوریه. قبل از هر چیزی لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. حمایت کنین، انرژی بدین، کانال رو لینکش برام توش اونجا می سری بزنید. اکانت اسپاتیفای یا سر اکانت اسپاتیفای منم بزنید که شما دیسکریپشن هست. اینستا هم پایین توش میتونید ما رو فالو داشته باشید. بریم سراغ ویدیو ریاکشن. سم بیتو بیت چقدر ملوه و چقدر قرار جالب بشه صدای بامداد روی این بیت. چیزی که من حس میکنم معلومه یه چیز داری که قراره بشنویم. از مثلا ملودی معلومه یه چی مثلا نمیدونم توی مایه های آهنگ ابولجنش که خیلی عجیب غریب بود، یعنی حس و حال عجیبی بهت میداد. اینم من حس میکنم یه همچین چیزیه. بریم ببینیم میخواد چی کنه. چه روز بعدی بود، دیروز رو یادمه، مثل روز روشنه که تاریکی بنی آدمه، خودم و این همه خطا بنی آدمه گو بنی آدم فکرات یا آهنگ ابولجن استفاده کرده بود. پشمام صدا شقدر عجیبه، یعنی اصلا یه بغض خاصی تو این صدا هست. این کار خیلی ناراحت کننده است. میگه چه روز بدی بود. یه بار دیگه. روزو یادمه مثل روز روشنه که تاریکی بنی آدمه، خودم و این همه تاریکی روشنه که بنی آدمه، یعنی چی؟ دیروزو یادمه مثل روز روشنه که تاریکی بنی آدمه، خودم و مثل روز روشنه که تاریکی بنی آدمه. نمیدونم یعنی منظورش اینه که تاریکی خب مثلا میتونه اون ظلم و بدی رو نشون بده که مثلا هر چیز بدی، هر چیز ظلمی که مثلا داریم ما در واقع بهمون وارد میشه رو شاید از خودی داریم میخوریم. تو یادمه مثل روز روشنه که تاریکی بنی آدمه، خودم و این همه خطا میخوره بهم، حالم اگه بزنم بیرون خونه شاید خوشحالم. میگه به هم میخوره حالم، شاید جواب به آهنگ چیزه در این لحظه ام سی تسه. توی اون لحظه از همه چی حالش به هم میخوره، احتمالا جواب مده بده. بچه ها منتظرم بودن همیشه دم رو پله همون مثل آقا شوخی میکنم حالا، جدی نگیری، نه این اصلا اون ربطی نداره. توی اون آهنگ هم حالا ما اومدیم گفتیم توی اون لحظه حالا ام سی تس یک کچولو حالش اوکی نبوده، اومده یک کچولو رد داده دیگه. این هم که من میگم اصلا ربطی به اون نداره، شاید یه سیده جدی بگیرم. تیره تکراری و پیش پا افتاده، مچاله ات درون و بیرون، سرحال و تازه، مگه چند تا چیز تو این دنیا. مچاله از درون از بیرون، سرحال و تازه، هممون اینجوری ام سلطان نابود شدیم. کاملا محاله بگورم کنه محبوب این آدم و کیه، کی گنده بازیه، چی میخوره، لالومه هاش چیه، کجا شروع کرده به چنگیزه، این همه ریسک وقت خانوادت تد تو هم زبونت نیست جونه تر رپ کنه. مورد علاقت کیه، کی چی کار کرده، او به این آدم و کیه، کی گنده بازیه، چی میخوره، لالومه هاش چیه، چی گنده بازیه، چی میخوره، کجا شروع کرد، لای لقمه ها گفت فکر کنم، به چه انگیزه، این همه ریسک وقت خانوادت هست تو هم زبونت نیست جونه ترزش نیست. چرا همچین ریسکی رو میکنه وقتی خانوادت هم زبونت نیست؟ شاید منظورش اینه که مثلا با خانواده در ارتباط نیست، نمیدونم ترد شده، فکر کنم همچین چیزی رو میگه. نیستمه چی تو میدی دستت هیچ پادلخت عبروصاف حتی درد به پادلخت گفت نیست جونه ترزش نیستم چی تو میدی دستت هیچ پادلخت ابرو صاف حتی درد بعد پیچ و زخم زبون بعد نیش نه جلو داره حتی زخم زبون بعد اینجاش خیلی سخت بود، اینجا چی نگرفتم. نیست کاری بخوای بشه میشه به همین سادگی، هممون کشیدیم در داوارگی، تو پارکای این شهر لعنتی رویا وابدی آرزو هممون کشیدیم درد آوارگی. اینجاشو بعد دیدی با چه حرسی اومد گفت، اون لحن بیانو دیدی ناموسن. یه بار دیگه دیدیم در داوارگی تو پارکای این شهر لره موی تنم سیخ میشه تیرو یا وابدی آرزو با پای خودش بره از این دیوونگی، رب کنه ایرونی پاره شد از افسردگی سرخورده. چی جمله
چی جملی دارم به افق نگاه میکنم واقعا اینجاست که باید افق خیره بشی باید افق محو بشی رپکن ایرانی که پاره شد از افسردگی جملی رازی نورد کننده باشه هممون پاره شدیم هممون دیوونگی رپ کنه ایرانی پاره شد از افسردگی سر خورده از جوون ایرانی هم میگفتی ناموسن باشه ما چی گناهی کردیم ناموسن اینجا به دنیا اومدیم چرا خدای گناه ما چی بود دبون پشمردگی این خاکی که ازمون ساخته قولای سر به زیر هر تخمی کاشتیم توش در این خاکی که ازمون ساخته قولای سر به زیر قول یه چیزیه که خب باید خودشو ول بده دیگه فوران بکنه قول سر به زیر مثلا تقریبا خیلی ناراحت کننده است دیگه نمیتونه اون چیزشو بیان بکنه ابراز کنه احساساتشو نمیتونه خودشو نشون بده نمیتونه به اون جایی که باید برسه خیلی درد داره اینا پشمردگی این خاکی که ازمون ساخته قولای سر به زیر هر تخمی کاشتیم توش در اومد رخسار دیو زمین در حال مرگ و از ما بینندگی دردهی زمین در حال مرگ و از ما بینندگی حاجی هر جمله‌ای که داره میگه به نظرم خودش یه پانچه خیلی قویه و من واقعا معذرت میخوام دارم میدونم دارم زیاد پاز میکنم ولی به خدا دست خودم نیست یه سری چیزا منو واقعا به هیجان در میاره و حس میکنم باید احساساتم رو بروز بدم خیلی ناراحت شدم چی قد درد نیست که تحرکی نباشه با تمرکز و کلامم گاهی به خودم میگفت چی تریاکی گفت داره قد درد نیست که تحرکی نباشه با تمرکز و کلامم گاهی به خود تریاکی نباشه و... نمیدونم یعنی چی خودم میگفتم این بازی واسه من نیست ولی لازمه واسه بقای جوهر روانم درد هیچ خودم میگفتم این بازی واسه من نیست ولی لازمه واسه بقای جوهره واسه بقای جوهر مغز گفت فکر کنم آره یعنی باید بنویسم دیگه باید خودم رو تخلیه کنم فکر کنم همچین چیزی رو گفت قد درد این نیست که تحرکی نباشه با تمرکز و کم نه تحرک میگه تریاک نمیگه من اشتباه شنیدم یه باید دیگه درد هیچی قد درد این نیست که تحرکی نباشه با تمرکز و کلامم گاهی به خود خدایا الان میخوام یه چیزی بگم الان یکی از بچه ها میاد میگه تو نظر نده به خدا اصلا بی خیال بریم ها بریم کار بیشم من میگفتم این بازی واسه من نیست ولی لازمه واسه بقای جوهر روانم منو باورم نمیشه میدونی این چیزم بگم اونجایی که مثلا میگه بعضی وقتا به خودم میگفتم این بازی خودم نیست همون قضیه بریدن است ها توی راهی رو داری میری ولی بعضی وقتا کم میاری بی خیال میشی ده بابا ولش کن دیگه ادامهشو نمیدم اون خستگیه رو داره میگه سخته منو باورم نمیشه خبر مرگر رفیقی که پخش میشه همه خودشون میپرسن چی کم بود چی میشد این یکی نمیرفت این هم بوش این چند روزم رفیق به عشق تو سیگه بوش پدر تجربه میخوام گریه کنم میدونی این آهنگ خوراک چیه کسی اینجا نیست من اینو بگم به خود خوراک اینه فقط در بیاری سیگار بکشی این فقط واسه اینه بام داد جان این ویدیو رو نبینی خدا امیدوارم که نبینی الان میگه داره مثلا با آهنگ من ملت رو تشویق میکنه مواد و اینجور چیزا ولی خدایی اصلا بد میچسبه با این کار فقط بکشی امیره اینم روشین چند روزم رفیق به عشق تو سیگه بوش پدر تجربه سوخ پارش و ترچی پیرم بود چشم جستم چو میرفت تو دیدم دود دورم که خلوت شد و هرچی چی بار دیگه ترچی پیرم بود چشم جستم چو میرفت تو دیدم دود دورم که خلوت چشمم سوخت چون تو چشمم میرفت دود میفکرم یه ضرب المثله مثلا میگن دوده مثلا فلان چیز میده تو چشت فکر میکنم آره یه ضرب المثل بارش و ترچی پیرم بود چشم شستم چو میرفت تو دیدم دود دورم که خلوت شد چشم شستم نمیدونم منظورش گریه کردن رو داره میگه چون مثلا دود تو چشم بره خب مثلا یه عشقی میاد از تو چشت فکر کنم شاید منظورشون باشه نمیدونم این چیز پیچیده است فهمیدم چی بد بود هرچی جستم بیشتر شدم از خودم دود صبور باش برو میرس چی جستم چی بد بود هرچی جستم بیشتر شدم از خودم دو صبور هرچی جستجو کردم کاوش کردم به جای اینکه به خودم نزدیکتر بشم برعکس شد بیشتر از خودم دور شدم باش برو میرسی رو انقدر گفتم که هدفم عوض شد و ذوقم کور حالا دیگه فرق نمی کن دیگه. قد گفتم که هدفم عوض شد و ذوقم کور حالا
انقدر گفتم که هدفم گم شد و ذوقم کور. تو یه دوره هستی مثلا یه کاری رو میخوای شروع بکنی، مثلا همین رپ رو مثلا مثال بزنم واسه که من حس میکنم الان مثلا بامداد واقعا به اون مرحله رسیده که ذوق و شوقش دیگه مرده. وقتی شروع میکنی تو یه ذوق و شوقی داری، میگی آره ادامه میدم، بعد که میری جلو مشکلا رو میبینی، محدودیت ها رو میبینی، تو سر خوردن ها رو که مثلا تو سرت میزنن هیچی نمیشه از این کار، بعد مدتی دیگه کلا انگیزت از دست میاد. الان من حس میکنم توی اون مرحله است بامداد. این آهنگش هم واقعا اصلا یه چیز خیلی دارکیه. بریم آقا. دیگه فرق نمی کنه دیر یا زودتر، چه برسم چه نه نمیگیرم جونی. بچه مایه ها بهم میگن نومیده پوچگر، و بعد میرن خونه هر شب میرینن پول. من اگه مخ چاقالت دو بچه پول دارم امید پوچگر، و بعد میرن خونه هر شب میرینن پول. من اگه مخ چاقالت دو توی اونگ چال کنم، با کل داراییم واسه بگیرم گور. بگی خفه خون آجی دیگه رد داد، خیلی خوب برمیگردونه. مثلا میگه فلانی بیدم یه چیزی میگه من فلان فلانش میکنم دیگه، حد با یه لحن خیلی خشنی توی عمق چال کنم، با کل داراییم واسه بگیرم گور. بگه خفه خونه بیان آزاد نگو، تو سلول نمیگن میکروفونم کو. باید حل رد شد و با اینجا دیگه اعتراضی شد، اینجا دیگه فاز عوض کرد. صاد نگو تو سلول نمیگن میکروفونم کو. باید حل رد شد و با این مسئله اون کتمشی چون باید از هر در میگه میکروفونم کو. باید حل رد شد و با حل میگه فکر میکنم باید از حل رد شد این مسئله اون کتمشی چون هر کوچه با هم همه تنها شده دیوان اشعارمون اوراق بیبها. من بعد شیر چه زدن شده اشعارمون اوراق بیبها، یعنی دیگه جمله رو ببین اشعار رو به چی تشبیه کرد. خیلی درد داره، دارم پاره میشم، واقعا دارم پاره میشم. همه تنها شده دیوان اشعارمون اوراق بیبها. من بعد شیر چه زدن خوردم کف دریا. چقدر خوب تموم کرد باشم یار دیگه آخرش بیار تمشی چونر پوچ و با همه تنها چه هنر پوچ شده دیوان اشعارمون اوراق بیبها. من بعد شیر چه زدن خوردم کف دریا. آهان آهان الانم یه چیزی رو ما گرفتم در مورد کاور. بچه ها این کاور اینایی که داره میاد کف دریا در واقع نوشته هاشن، اشعارشن، کتابشن، اشعاره آرتیست در واقع نشاندهنده خود اون آرتیسته. در واقع اینا منظور خود بامدادن، اینا خود منن که الان شیرجه زدم توی کف دریا. نور چه کاوری زده ناموسه، الان اصلا فکر نمی کردم خدای کاور آخه چجوری میشه. آخرش اومد اینو به اون ربط داد، یه بار دیگه پشمام. اون اوراق بیبها من بعد شیر چه زدن خوردم کف دریا. خب آقا اینم ویدیو ریاکشن با آهنگ بیبها از بامداد، آهنگ خیلی قشنگی بود، واقعا دوست داشتم، واقعا دمش گرم. آقا دم شما هم گرم تا اینجا ویدیو رو نگاه کردی، ان شاءالله که از ویدیو هم خوشتون اومده باشه. اگه تازه با کانالش لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. دمتون گرم، عشقین 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 عشق. تو یه ویدیو ریاکشن یه قسمت دیگه، خداحافظ.